با سلام، برنامه‌های تازه دیگر در نام‌ها و یادها و این بار موضوع تئاتر با منوچهر نامور آزاد، یکی از سرشناسان این حرفه که خوشبختانه در این کار تنها نیست، اینجا هم فکران و همراهان دیگری نیست در این سالها در تبعید در کنار او فعالیت داشتن که به اونها هم خواهیم پرداخت. اما این بار آقای نامور آزاد، اولا خیلی ممنون که این دعوت رو پذیرفتید. برای اینکه بتونیم در این 5 برنامه به موضوعات گسترده تری بپردازیم، از شما خواهش خواهم کرد که در برنامه اول با کمک شما ببینیم تئاتر در ایران از کجا شروع شد و چه سرنوشتی داشت. با سپاس و درود فراوان از شما و همه بینندگان عزیزمون. بله، ببینید، تئاتر، رقص، قصه گویی، موزیک، اینها چیزی نیست که ما بگیم در یک کشور و میانه یک ملت خاص به وجود اومده، اختراع شده. اینها به صورت طبیعی در نهاد بشر هست، سبکاش فرق میکنه. اگر گفته میشه که گهواره تئاتر جهان یونانه، به این دلیلی که ما نوشته هایی از آن زمان باقی مونده، محل هایی وجود داره که میبینیم هنوز. در خیلی از کشورها از جمله ایران چنین محل هایی وجود نداشته. یا اگر یعنی تئاتر وارداتی بود یا نه تئاتر همه تئاتر رو به صورت سنتی خودش نبینید. به این تئاتر به عنوان یه حالت نمایشی، همه آدم ها، حتی برای مثال یک پدر بزرگی میتونسته ماجرای زندگی خودشو برای نوه هاش تعریف بکنه، یه ذره اگه اهل ذوق بوده اداش هم در می آورده. یعنی شما پایه تئاتر رو قصه گویی میدونید؟ بله از قصه گویی شروع میشه. یا اینکه بخوایم خیلی عمیق تر بریم، اینه که در شکارها جادوگر اون لباس اون شکار رو میپوشید، ادای اون شکار و شکارچی رو در میآورد. اینم یه نوعی تئاتر بوده. اما کلن در ایران هم مثل همه کشورهای دیگه تئاتر وجود داشته، ولی چیزی ازش باقی نمونده متاسفانه در طول تاریخ. آنچه که میشه روش دست گذاشت، یک تئاتر خیابانیه به نام سیاوشان که مردم در یک روز ویژه‌ای یک تابوت بزرگ راه می‌انداختند، سرود می‌خوندند، موزیک می‌زدند و حتی شیون هم می‌کردند. این حدوداً مال چند قرن پیش؟ مال پیش از اسلامه. عجب. بله، مال پیش از اسلامه، یعنی پیش از این که اصلا فردوسی وجود داشته باشه و داستان سیاوش رو بنویسه این حرفا. چون این داستان ها وجود داشته، تئاترهای انجام می شده که حتی پیش از اسلام بخشی از داستان های حماسی ایران در همین عربستان امروزی در شهر مکه یا مدینه اجرا می شده در میان مردم، حالا به سبک خودش. بنابراین تئاتر همه جا بوده و هست. به شکل امروزیش، یعنی مدرنش در واقع پس از اونی که ایرانی ها رفت آمدشون به خارج از کشور شروع میشه، میان به اروپا، به روسیه، به ویژه در فرانسه، و اینها با تئاتر به سبک جدید آشنا میشن. یعنی اونچه که یک محلی هست به نام تئاتر، یک نوشته ای وجود داره و آدم ها بر مبنای اون نوشته باید حالا حرکاتی رو انجام بدن. یعنی سابقه تعزیه به نوعی وجود داشت برای مردم ایران. شما گفتین مدرنشو، من گفتم وگرنه بله اون سیر خودش رو طی میکنه. ما اگر قبل از تعزیه هم ما تئاترهای خیابانی داشتیم، میومدن توی خیابون، مردم ادا در میوردن، بازی میکردن، شعبده بازی میکردن، از این کارها، یعنی به صورت نمایشی. تئاتر مدرن از تقریبا پیش از مشروطیت ایرانی ها باش آشنا میشن و پس از اینی که تحصیل کرده های ایرانی برمیگردند به ایران، یک نوعی ما با تئاتر اروپایی در ایران آشنا میشیم. کتاب های هم پس که تازگی کشف کردن، پرسوناج هایی رو که ما نمیشناختیم پیش از فرد فرین آقای نوشین. اما نوشین به عنوان پایه‌گذار تئاتر علمی در ایران. ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، به خاطر اینکه نام آقای نوشین رو آوردید و نوع تفکر او رو که میشناسیم، آیا اغراق اگر بگیم که تئاتر ایران به حزب توده مدیونه؟
نکته ظریفی رو پیش کشیدید و اون اینه که باید بگم نوشین درستی که عضو حزب توده بود، اما تای دلش یک ایرانی صد روی صد بود. حزب توده چون امکانات داشت، نه در همه زمین ها به غیر از او، اصولا تئاتر ایران بازیگرانش، نویسندگانش، تئاتر یک شرایط ویژه بود. مثلا از جمله حزب از نوشین خواسته بود که اسم تئاتری رو که میسازه بگذاره مردم خلق بس. اما نوشین نپذیرفت، اسمش بودش فردوسی. روشنفکران اون زمان هم به دنبال اون ایدئال، حتی تا سالهای آخر هم تئاتر ایران متعلق به تفکر چپ بیشتر نبود. اصولا فضای روشنفکری ایران وابسته بود. شاید متاسفم که دارم اینو میگم، باید من مقصر نیستم، این تاریخ داره میگه، شاید مصیبتی که امروز بر سر ما ملت اومد به خاطر این بود که روشنفکر ما میبایست که اون گونه فکر بکنه. یه مصاحبه ای داشتم با یک روزنامه اینترنتی، در اونجا گفتم حتی آدم هایی هم که اصلا سیاسی نبودن اگر میخواستن در جامعه هنری یا روشنفکری ما باشن باید اداشو در می آوردن. به این ادا در آوردن یعنی اینکه شما نسبت به هر حادثه ای در داخل ایران بدبین باشین. در کار نویسندگی آل احمد مبصر بود و باید او اجازه دخول و خروج میداد. یعنی شما میگی که با این علما هنوز مردم از رونق ملک ناامیدند؟ ایرج میرزا با وجود کسی که آل احمد یا آل قلم بهش میگفتن که تمام تفکرش درستی که از حزب تود، از آخوندبازی و حزب توده شروع شد و بالاخره برگشت به همون حالت اسلام نابی خودش، اما با وجود چنین آدمهایی در مرکز فرهنگی یک جامعه ما تعجب میکنیم چرا در آخرین ربع قرن بیستم ایران در دام این حکومت میافته؟ با تعجب بکنیم؟ نه، آل احمد پایه‌گذار آقای شریعتی، اینها روشنفکرانی بودند برای خودشون، برای اینکه روشنفکری اون موقع زیاد هم نمیتونست خارج از چارچوب مذهبیش باشه. حتی کمونیست های ما هم یک نوعی با اینکه مذهب رو رد میکردن اما تفکراتشون پشت سرشون همون حالت اسلامی و حتی شیعه‌گری بود. ولی در تئاتر تجاری چی؟ به قول اون زمان میگفتن تئاترهای لاله‌زار، اونها محبوبیت خودشون رو داشتن اونقدر که لازم بود؟ تئاتر لاله‌زار پس از حادثه 28 مرداد، چون همونطور که اشاره کردید اکثر بچه های اهل تئاتر وابسته به حزب توده بودند، حکومت ناگزیر اونجا رو که تریبونی شده بود برای تفکرات خودشون رو بست. خب این ساختمان های تئاتر باقی موند، صاحبان تئاتر باید یک کاری میکردن، بنابراین رفتن به سراغ اتراکسیون، شعبده باز آوردن، رقص آوردن، موزیک آوردن که اونجا باقی بمونه. در کنار این بازمانده تئاتر های خیابانی ما نیز وارد شد. بنابراین اون خارج از مسئله سیاسی یک حالت تئاتری رو در میون مردمی که اون تئاتر پیشین از دست دادن باقی نگه داشت. عجب. به نظر شما تئاتر سیاسی تر بود در ایران یا سینما؟ تئاتر. چرا؟ برای اینکه بچه های تئاتر عموما آدم های تحصیل کرده بودن. درست. اما سینمای ما نه الزامن. درست. و یکی از کارگردان که لازم نیست اصلا ازشون نامی ببرم، ولی دوست بودیم با هم، برام میگفت، میگفتش که یه دختر زیباره که ما میدیدیم، خب میآوردش تو سینما، سینما کار ما راحت میکرد، ولی اینقدر ازش پلان میگرفتیم تا بالاخره یکیش در رو دارم بچسبونیم بکنیم یه فیلم، ولی تو تئاتر نمیشد این کار کرد. تئاتر تفاوتش با سینما در اینه، میگن سینما وقتی شروع میشه کارگردان زنده میشه، در تئاتر وقتی تئاتر شروع میشه کارگردان میمیره، دیگه کارگردانی وجود نداره، فقط هنرپیشه است و مردم و صحنه. بنابراین در تئاتر بچه هایی بودن که تحصیل کردن، بچه هایی بودن که بالاخره تجربه این کار رو داشتن و با اون نوع تفکر روشنفکری آن زمان ناگزیر تئاتر به سوی مسئله سیاسی کشیده شده بود. در سینما در حالی که اینطور نبود، اگر هم فیلمی فرد به فرد صحنه ای داشت که میتونست برای حکومت خوشایند نباشه، خب اون صحنه رو میچیدن در میبود.
بله. البته ما در برنامه‌های بعدی به تناوب به تمام زوایای تئاتر به کار خود شما نگاه خواهیم کرد، ولی قبل از اینکه این بخش رو به پایان ببریم، اوج این دوره تئاتر رو شما در چه زمانی می‌بینید؟ بهترین زمانی که میشه گفت که تئاتر ایران یواش یواش، حتی میخوام اینقدر پیش برم که بگم شونه به شونه تئاتر اروپا و آمریکا میزد، بین سال 48 تا 57. تئاتر سنگلج و 25 شهری بود. بله بله. فقط یادمون باشه که اصولا مردم ایران زیاد ارتباطی با تئاتر نداشتن. متاسفانه تئاتر یک فنومنی است که برای یک بخش ویژه، مگر اینکه من شنیدم روز انقلاب اسلامی، یعنی 22 بهمن، تئاترهای لاله‌زار کار میکرده هنوز، یعنی یک بخشی مردم عادی به تئاتر لاله‌زار میرفتن، ولی اونا هرگز به تئاتر سنگلج یا تئاتر شهر یا فرد فردی تالار رودکی نمی آمدن. تایید فرمایش شما، دفتر مجله تهران مصور، مرحوم والا که تئاتری هم داشت، بله، در یکی از همین ساختمان‌های تئاتر بود و گفته شما درسته. البته 22 بهمن یادم نمیاد، ولی شاید 12 بهمن یادم هست که با همه اتفاقات من نبودم اون موقع ایران، ولی شنیدم همون موقع که تو خیابون تیراندازی بوده و آتش زدن و نمیدونم جیغ و هوا رو این حرفا، تئاتر لاله‌زار آدم توش بوده، یعنی نشسته بودن تئاتر می‌دیدن. من در هفته اول بهمن یادم هست که تئاتر فعال بود، با اینکه سینما رو آتش زده بودن. آقای نونور آزاد، شما بیشتر خودتون رو متعلق به تئاتر پیش از تغییر حکومت در ایران میدونید یا بعد از تغییر حکومت؟ فقط به خاطر تجربه و تقویم نمیدم، تفکر تئاتر. به هر حال من از خیلی نوجوانی وارد کار تئاتر شدم، هنوز محصل بودم، حتی دوران نظام وظیفه خدمت سربازیم در پادگان به مناسبت های تئاتر اجرا میکردم، بعدم وارد دانشگاه شدم و رشته تئاتر رو خوندم. بنابراین من آنچه که فرا گرفتم فراگیری پیش از حکومت اسلامی است با متدهای مختلف فرنگی، کمتر هم پیش آمده که من اون زمان تئاتر سنتی بازی کرده باشم، بیشتر پیس‌های خارجی بود که ترجمه می‌شد و ما اجرا می‌کردیم روی صحنه یا توی تلویزیون. بنابراین نحوه نگاه من به تئاتر، تئاتر غربی است. تئاتر امروز، حالا یک شاید فرصتی پیش بیاد که بتونیم راجع به تئاتر صحبت، تئاتر امروز صحبت بکنیم با هم. تئاتر امروز من چون در ایران نبودم 35 6 سال 34 ساله نمیتونم قضاوت کلی بکنم، ولی یک قانونی هست به نام قرائن و شواهد، میشه حد زد که در اونجا چه میگذره، به ویژه که یکی دو سه نفر از همکاران پیشینم که اونها رو در خارج دیدم برام درد دلهایی هم کردن، یعنی میتونیم بفهمیم که در اونجا بوده، بدون اینکه زحمات همکارانم رو که زحمات مضاعفه در زمینه کار تئاتر فراموش بکنیم یا ندیده بگیریم یا فکر کنیم ماها خیلی خوب بودیم اونا حالا خوب نیستن. اصلا یافتم منظورم این نیست. من که شما رو میشناسم، برای بینندگان گفته باشم که در 4 برنامه باقی مانده زوایای دیگر موضوع مهم تئاتر رو در ایران پی خواهیم گرفت. با سلام، دومین برنامه نام‌ها و یادها رو که به تئاتر اختصاص داده شده با حضور میهمان گرامی آقای منوچهر نامور آزاد مشاهده می‌کنید. آقای نامور آزاد، با تشکر مجدد، بار قبل در یک تعریف خیلی کلی و سریع وضعیت تئاتر در ایران رو که از کجا چگونه شروع شد رو با شما پی گرفتیم. قبل از اینکه این برنامه فقط به خود شما بپردازیم، رابطتون با تئاتر، تحصیلاتتون، یک سوال باقی نمانده در کل
از برنامه گذشته، چرا تئاتر ایران با اینی که تمام فرهنگ به غرب بیشتر نگاه میکرد، اما تئاتر در ایران به اندازه غرب شاید هم بیشتر به شرق و به خصوص آثار تئاتر روسی توجه داشت؟ نه، الزاماً اینطور نیست. الزاماً اینطور نیست. اگر ابتدا هم در پیش از حادثه 28 مرداد این گونه بود، پس از اون مخصوصاً پس از سال 48 که تحصیل کرده های ایرانی از فرهنگ اروپا برگشتن، تئاتر گونه دیگری رفت. یعنی شد کاملا تئاتر غربی، ضمن این که هنوز اون تفکراتی که بر میان بسیاری از بچه های وابسته بودند برای دلتنگی خودشون یا احیانا برای همکیشان خودشون نوستالژی، اونها رو هم اجرا میکردن. و این هم بعدش واقعا. خب شما وارد دانشگاه تهران برای رشته تئاتر میشوید، چند سالتونه و این راه رو چگونه طی میکنید؟ من محصل سال ده دبیرستان بودم که مسابقات سراسری هنری سراسری آموزشگاه های کشور به وجود اومد. من در رشته فن بیان دکلماسیون شرکت کردم. حتما شاگرد اول شدین به تشخیص من. اجازه بدید این رو مدرک که روزنامه ها نوشتن، عکسی که انداختن، اون بگه. به هر حال بله، من این افتخار رو داشتم، شانس آوردم، هرچی نمیدونم. بله، دو سال من در سراسر کشور در زمینه دکلماسیون کار دوگدم کردیم؟ نه، عجیبه. در حالی که بسیاری از دوستان من دوبلور بودن و من با اونا در ارتباط بودم، ولی دیگه مجال نداشتم، چون دیگه وارد شدم تو یک جریانی به نام تئاتر و اون گویا همونی بود که دنبالش میگشتم. برای شما با این کاری که کردین، تئاتر بازیگری بود، کارگردانی بود، نویسندگی بود، به چه حساسیتی وارد تئاتر شدیم؟ من پیش از این که وارد کار تئاتر بشم، یعنی اون دو سالی که توی دکلماسیون فن بیان برنده شدم، یک کار تئاتری هم کردم. هنوز محصلم، کلاس 11، کلاس 12 ببخشید. تو اون سال ما 6 تا مدال طلا گرفتیم که قبولم نکردن منو، ولی اینکه اون سال سال آخر دبیرستانم بود و کسانی که در کلاس 12 بودن که قبول میگفتن، اعلام میکردن، ولی دیگه جایزه و مدال این چیزا نمیدادن. و اون نمایش نامه موشها و آدمهای اشتانبک رو کار کردم و عکساش هست، حالا شما خواهید دید. و اون رو هم برنده شدیم. من خودم شروع کردم به نوشتن و چند تا کار رو پیش از اینکه به دانشگاه برم، حتی خدمت نظام برم، هم روی صحنه بردم. در ایران تفاوت ما بچه های تئاتری در ایرانی با دیگر کشورها در اینه، در کشورهای دیگه طرف میگه من فقط بازیگرم، فقط بازیگری میکنم، یا میگه من فقط کارگردانم، یا من دکور سازم، یا من بعد بفرمین لباس تهیه میکنم، هرچی یا مکیاژ کریم و این چیزا. در ایران چون ما امکانات وسیع اینجوری رو نداشتیم، به ویژه ما آدم های غیر حرفه‌ای آماتور، ناگزیر بودیم که همه رو خودمون یاد بگیریم. بنابراین در دانشگاه استاد نبود؟ نه هنوز به دانشگاه نرسید، هنوز به دانشگاه نرسید. ناگزیر بودیم که خودمون بنویسیم، خودمون کارگردانی کنیم، خودمون دکور بسازیم، خودمون لباس درست کنیم، که بسیاری از لباسای منو مادرم برام ساخته در واقع. خب بعدش هم که وارد دانشگاه شدیم، دیگه اصلا یک مقوله دیگری شد. مسئله علمی بود و خیلی سخت گرفتن برامون. اساتید بزرگی داشتیم مثل دکتر پرویز ممنون، دکتر محمد کوثر، پرویز پرورش، بهرام بیزایی. اینها حالا اگر کسان دیگه هستن که در خاطرم نیست منو میبخشند، خانم محمدی، چهره های شناخته شده تئاتر در صحنه، نمی اومدن اونجا تجربه و راه و کار رو با شما صحبت بکنن در دانشگاه؟ نه من یادم نیست. عجب. ولی اساتید ما به قدری کار خودشون خوب میتونستن که اصلا نیازی نبود. مخصوصا دکتر محمد کوثر از سال سوم ما دانشکده شروع کرد
پیس های بزرگ روی صحنه بردن، پیس هایی که حتی مثلا میتونم بگم 30 تا پرسوناژ داشت روی صحنه، مثل لورنزاچیو، اوپرا دیگه، بله، مثل بفرمایید لورنزاچیو که من بازی کردم، مثل جادوگران شهر سیلم، میلر، اینها با ما یک بازیگری رو در پراتیک آموختند. ما آموختیم در ضمن اینکه کلاس میدیدیم، ولی بعدش هم میدیدیم رو صحنه انجام میدادیم. چون استادمون هم بود، باید به همون نمره میداد، بنابراین دربست پذیرفته بودیم همه چیز. یک کنجکاوی، آیا خود بازیگر بیشتر انتخاب میکنه که رول دوم داشته باشه یا کارگردان؟ شما که تحصیل میکنید، من که تحصیل تئاتر میکنم، چی میشه؟ شما هنرمند رول اول میشید، من هنرمند رول دوم؟ این کارگردان انتخاب میکنه. بسته به استعداد و استعداد یه بخششه. نخست پیش از استعداد فیزیکه. که آیا این شخص میخوره؟ ببین بعد فرض شما میخوای رستم و سهراب رو کار بکنیم. بنابراین به یک آدم 40 کیلویی دیگه نمیتونید شما نقش رستم رو بدید. طبیعتاً میگردید کسانی که تنومند باشن. حالا از میان اون تنومند ها اون با استعداد هر رو به نظر خودتون انتخاب میکنه. یعنی هر بازیگر بسته به رولش انتخاب میشه. من قرار نیست همه هنرپیشا همیشه رول اول داشته باشن. بله بله، خیلی ها اول بعد فرین بزرگان تئاتر اون زمانیمون که خوشبختانه همشون هستن، امیدوارم باز هم باشن. خب اینا رو ما میدیدیم در تئاتر سنگلج. خب یه وقتی آقای نصیریان نقش اول داشت، یه وقتی انتظامی یا بشایخی، هر گونه بستگی داشت. کامل. شما بعد از تحصیل چقدر کار تئاتر کردید قبل از اینکه ایران رو ترک کنید؟ من در اون پروسه حادثه 57 در ایران نبودم، در کانادا و آمریکا بودم، ولی هول هولکی برگشتم. درستون تموم شده بود؟ بله بله، 57 من تموم شدم، برگشتم هول هولکی به ایران که فکر میکنم حالا ایران بخواد بهشت بشه با همون تفکرات که به ما آموخته بودند، فضا به ما میگفت. برگشتیم دیدیم هیچ خبری نیست، اومدیم تئاتر رو شروع کردیم با چند نفر از دوستان. و اینجا باید بگم و اینو به خاطر بسپرید، تئاتر سنگلج رو کامل میخواستن، خالی کرده بودنش و میخواستن که اونجا رو حسینیه کنن. ما با کمک مشایخی، آقای مشایخی که رئیس اداره تئاتر آن زمان بود، تونستیم دوباره اون رو از کمیته پس بگیریم و خودمون دوباره تئاتر سنگلج رو تبدیل به تئاترش کردیم و اولین پیسمون رو آوردیم روی صحنه به نام حکومت نظامی. چی بود؟ حکومت نظامی. ایب مامتان هم بازی کرده. بله بله، عکساش هست بعدن خواهید دید. بله، ما دست کم تونستیم یک ساختمان تئاتری رو نجات بدیم و دوباره برش گردونیم به کار تئاتر. امروز سرنوشت این تئاتر چه شده؟ نه، تا اونجا که من میدونم نه، هنوز به عنوان همون آجر قرمز رنگ. بله دیگه، بر در خیابون جنوبی پارک شهر. فقط رنگش مونده. نمیدونم، من که نبودم. برگردیم باز به فعالیت های شما. شما چمدان حرفه‌ای تئاتر رو از ایران چگونه با خودتون آوردید؟ چه ها آموختید که فکر میکنید ارزش حملش رو داشته و بدون اون اینجا نمیتونستید کار بکنید؟ من اینو چند دفعه جاهای گوناگون گفتم، گفتم کاش من بقالی داشتم تو ایران. بقالی رو در هر کشوری میتونستم انجام، مثل همه باید جنس رو بخرید، محلی داشته باشید بفروشید. کار هنری دیگه اون نیست. هنرمند به صورت روانی با کارش در پیونده، عاطفه است و زبانش. حالا یه سری هنرها هست مثل رقص، مثل موزیک، مثل نقاشی، اینا زبان ویژه نمیخواد، اما تئاتر زبان مادری رو میخواد. و این من کار دیگه بلد نبودم، ناگزیر بودم. وقتی رسیدم اینجا سال 84 اولین تئاترم رو روی صحنه بردم در پاریس به نام پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است، از مجموعه 10 تا شاعر. یه دفعه متوجه شدم که اینها بدون که همدیگر حتی بشناسن یا عمدی داشته باشن، اینها با هم دیالوگ دارن. و اینا رو من پیدا کردم، کنار هم گذاشتم و ازش یک مجموعه ای ساختم، شعرگونه ولی تئاترال. و
بنابراین از اونجا شروع شد. بعد خب کار سختی بود، بودجه نداشتم، حمایت وجود نداشت از طرف مردم عادی، که مخالفت وجود داشت از سوی دیگر اندیشان. به تئاتر در تبعید خواهیم پرداخت که شما نقش بسیار فعالی داشتید، این رو باید برای بینندگان بارها تکرار کنم. اما جزء فعالیت به عنوان رشته، به عنوان کار مورد علاقتون تئاتر در ایران، فقط تحصیل کرده و با خاطره به ایران آمدید، یا مثل خیلی از بازیگران موفق چه در داخل ایران چه در بیرون فقط مکان و صحنه و به قول معروف دکور رو عوض کردید؟ ببینید، یه هنرمند آینه جامعه است، آینه محیطشه. دقیقا. شما وقتی محیطتون عوض میشه، جامعتون عوض میشه، اگر سر جاتون مونده باشید که یعنی هیچ، انسان همون موقع مرده، مگر اینکه یک آدم پویا همراه با جامعه و تحولات جامعه اونم تغییر کرده باشه. منم طبیعتاً وقتی به خارج اومدم تغییر کردم. هیچ وقت نخواستید در سینما کار بکنید؟ یک فیلم سینمایی دارم در ایران. عجب؟ بله. درست سال 57 فیلم تلویزیونی، سینمایی تلویزیونی بود به نام صدا روزنامه صبح، که من افتخار همکاری رو با آقای جمشید مشایخی داشتم. کارگردان کی بود؟ محمد بزرگنیا. عجب. و این فیلم تموم شد، صدا گذاری شد، که ناگهان طوفان 57 رسید. و این فیلم چه شد؟ نمیدونم. طوفان برده. نمیدونم. شاید باشه. شاید اصطلاح سینماییش میگن تبریش کردن، یعنی خوردش کرده باشن، ولی اون نه فیلم سکسی بود، نه فیلم نمیدونم فرد فرمایی سیاسی آنچنان، نه یه خبرنگار جوان بود که میرم حوادثی رو که اتفاق افتاده در جامعه اونا رو بررسی میکن، ولی با این حال هرگز نشیدم ندیدم. شما خودتون آدم خوششانسی میدونید یا بدشانس دست کم در زمینه تئاتر؟ از اینی که هنوز رو پای خودم وایسادم، دارم کارم انجام میدم، باید آدم خوششانسی باشم. و شاید هم بزنم بهش اضافه کنیم، خوششانس فعال. در این مورد باید با شما کاملا موافقم. خب آقای نامور آزاد، به پایان این برنامه نزدیک میشیم. پا به پای شما یک دوره از تئاتر رو آمدیم، ولی نامهای زیادی رو از شما نشنیدم. شما آیا در این حرفه هم گوشه‌گیر بودید یا اینکه اتفاقات چنین خواست؟ من شانس این رو داشتم که در همون پروسه ایران، همون اواخری که دیگه حرفه‌ای شده بودیم، با چهره‌های بزرگی یا همکاری داشتم یا از نزدیک آشنا شدم. از جمله این که آخرین پیسی که در ایران روی صحنه رفت، من در اون بازی می‌کردم، پرویز سمندریان، خوشبختانه حمید سمندریان اون رو کارگردانی می‌کرد با همای روستا، با ایرج راد، محمد مطیع، حمید لبخنده، خدمتتون عرض بکنم که دیگر منوچهر فرید، ما روی در تئاتر، در سالن تئاتر رودکی روی صحنه بردیم، ولی اون نیز مثل دو پیس پیشینم وسط کار توقیف شد و ما 17 شب بیشتر نتونستیم اجرا بکنیم. بعدم با آقای مشایخی همکاری کردم، با آقای انتظامی خیلی دوست شدیم، ولی دیگه دیر شده بود. و دیگران هم بودن، جمشید مشایخی، جمشید شاه محمدی، اولین استاد تکنیک تئاتر من بوده، امیدوارم همچنان تندرست و مانا باشه. ولی تقریبا با همه بچه های تئاتری در ارتباط بودم و کار کردیم با هم. به هر حال وقت این برنامه تقریبا رو به پایان رسیده. شما هم در تئاتر بودید، هم زندگیتون یک تئاتر بوده. بله. Thank you.
با سلام، سومین برنامه نامها و یادها در حضور آقای منوچهر نامور آزاد، چهره سرشناس تئاتر. آقای نامور آزاد، در دو برنامه گذشته ندانسته هایی را از طریق شما دونستیم، شنیده هایی را از طریق شما شنیدیم. تا اونجا که میدونیم در چند هفته پیش از نوروز سال فرنگی 1983، یعنی تقریبا 4 سال بعد از تغییر حکومت، شما با چمدان حرفه و خاطره زندگی به پاریس اومدید. مهاجرت، پناهندگی، انتخاب، اجبار، بگویید. بله، بعد از نمایش مرده های بیکف و دفن، آقای حمید سمندریان دوباره دعوت کرد، میخواست گالیله رو کار بکنه. از من دعوت کرد برای همکاری، کاری رو که تا آخر عمر هم موفق نشد انجام بده و این آرزو برایش باقی موند. همون موقع من تقصیر که گالیله برای پافشاری برای گفتهاش؟ بله، میخواست گالیله رو کار بکنه، چون گالیله درست همون چیزی بود که ما باید تو این حکومت نشون میدادیم، تشابه که عقل نباید گرد باشه، زمین گرده. بعد و فشار مذهبی که میخواد مانع از پیشرفت انسان و دانش باشه. و هر روی من یادمه که او بود، همای روستا بود، خونهشون بودم، گفتم که نمیشه دیگه کار کرد، من نمیتونم بمونم. و بعد آمدم، او هم شنیدم بعدن چلو کبابی راه انداخت. به هر حال پس از مدتی که همه چیز گذشت، دوباره برگشت به کار تئاتر. این طرف شما رو جذب کرد یا اون طرف شما رو دفع کرد؟ یعنی از سر اجبار اومدید یا برای انتخاب؟ بله، نه از سر اجبار، چون میدونستم دیگه امکان نداره، یا دست کم برای من امکان نداره. میدونستید که اینجا کار سخته، اونم برای تئاتر؟ بله، البته دیگه مسئله جان هم بود دیگه، فقط هم انتخاب نبود، ناگزیری بود. و فکرم نمی کردم که بیام در فرانسه، به ویژه در فرانسه، چون اصلا زبان نمی دونستم. عجب؟ اصلا من زبان فرانسه نمی دونستم. من گمان می کردم که میام به اروپا، از اروپا میرم به آمریکا، چون انگلیسی می دونم، بالاخره تعدادی از دوستان من اونجا هستن و شرایط امریکا بزرگه، غرب دور. و امروز اصلا پشیمون نیستم که در فرانسه هم. وقتی اومدم به فرانسه، مدتی با دکتر بختیار کار کردم در قسمت سیاسی، دفتر سیاسی بختیار. و بعد اولین مجموعه شعرمو بیرون دادم. اگر به شما بگم که نمیدونستم شما شاعرین، اعتراف سختی کردم. بله، من هم شعرهای فراوان دارم، هم در آخرین برنامه حتما یکی از شعراتون رو لطفاً بخونیم. با کمال میل. هم ترانه سرایی میکنم برای خوانندگانی که شما میشناسینشون. بله. این یک نمونه، این که این برنامه از قبل سازش و همکاری نشده و فی‌البداهه من گفته های شما رو میدونم. من تا این لحظه نمیدونستم. آره، دلیلی هم نداره که ما سازش چی میکردیم. من به کار روزنامه نگاری و کنجکاوی چطور نباید بدونم. به هر روی یکی دو تا کدوم ترانه ها رو که ما میتونیم بشناسیم؟ خب دست کم دو تا ترانه رو داریوش خونده، یکی در مجموعه دوباره میسازمت وطن من، به نام ایران نگاه کن، یکی در آلبوم معجزه خاموش به نام با توی همدرد. این دو تایی که داریوش خونده. جهان خونده از من به نام پرنده، که اصلا اسم آلبومش رو به نام پرنده گذاشته. یک خانومی هست در نیویورک زندگی میکنن به نام خانوم موساپور. بله. که گمان دارم صدای بی نظیری داره. دوتا ترانه برای ایشون دادم، در آلبومشون وجود داره. برای خوانندگانی که دیگه در اشلای خیلی بالا هم نبودن، دوستا و آشناهای نزدیکی که بودن و میخواستن به صورت رسمی یا غیر رسمی کنم. برای شما هیچ وقت تو کار تئاتر دقت کردم
به موسیقی زیاد اشاره نداشتید، خیلی به طرف موسیقی نرفتید، تم‌هایی هم که شنیده میشه تم‌های خیلی کلاسیک و همراه کنند، موسیقی در کار تئاتر شما تعیین کننده نبوده، درست میگم؟ نداشتن امکانات. ببینید اگر من بخوام موزیک بسازم، چون خودم یه مقداری موزیک هم میسازم، شما با فیلم بردار شرط بندی کردید که من رو دچار تعجب و حیران بکنید. ولی یه چند تا از ترانه ها هم ساخته و خونده شده. بگذاریم، ولی به هر حال برای اینکه من بتونم در تئاترم از موسیقی استفاده بکنم، یک موزیک مناسب استفاده بکنم، میباید که بودجه ای داشته باشم. ما در خارج از کشور اصلا بودجه نداریم، هیچ کمکی نیست، به ویژه در فرانسه. در دیگر کشورها مثل کشورهای اسکاندیناوی، آلمان یا انگلیس، بله، به هر حال یک بودجه ای برای هنرمندانی که آمدن در این کشورها مستقر شدن حساب کردن. البته اگر عضو بنیادهایی بشوید، خود اون بنیادها کمک‌های مالی دریافت می‌کنن و وظیفه‌شونه که در اختیار شما بگذارن. چون خیلی از بنیادهای فرهنگی، حالا اگر سخنرانی می‌گذارن، اگر کنسرت پیش‌بینی می‌کنن، اما از یک طرف هم باید انصاف داشت، شما نمیگه احتیاج نداشتید، ولی تئاترهای شما میشه سالن‌های پری بوده و استقبال اونقدر بوده که شاید جوابگوی، نمیگم نیاز کاری، ولی زحمات اجرایی رو داده، نه؟ بله، من این شانس رو داشتم که هیچ وقت اصطلاحش به کار برن ضرر مادی نداشتم، خرج خودش رو در آورده. ولی با تئاتر نمیشه زندگی کرد، یعنی با پول تئاتر اصولا با هنر دشواره. حالا یه هنرهایی هست، مثلا فرد بفرمید طرف نقاشه، ممکنه یک تابلوش رو بفروشه ناگهان همه زندگیش متحول بشه. من تابلو فروختم ولی زندگی متحول نشد. نقاش هم هستید؟ گاهی. بنابراین از طریق کار تئاتر زندگی نمیچرخه، مگر اینکه شما نامی داشته باشید که پیش از انقلاب داشتید، مردم به عنوان یک نوستالژی، یک خاطره، یک یادآوری میان میرن اون کار رو میبینن، صدها نفر هم انتخاب PSG. یعنی اگر شما در تبعید و غربت یک نمایشنامه رو انتخاب میکنید برای اجرا، یا خودتون نوشتید، سوالی است که همین چند لحظه پیش به فکرم رسید، آیا تئاتر در تبعید باید داشاکل نمایشنامه های شناخته شده ایرانی رو به صحنه بیاره، یا اینکه خود نمایشنامه باید متعلق به تبعید باشه، اینجا نوشته بشه، بازی بشه، و چه سودی برای هموطنان در داخل ایران؟ ببینید وقتی که اومدیم با اون حال و هوای ایران آن روزی، طبیعتا هر کاری میکردیم فریادی بود از سر درد، از سر اینکه هر چیزی رو که داشتیم، اگر که داشتیم، از دست داده بودیم و رسیده بودیم دوباره به نقطه صفر. بله. بنابراین اون درد بی‌نام بودن، درد بی‌هویت بودن، فریادمون رو از طریق کارهای هنریمون به ویژه تئاتر انجام میدادیم در شعرهامون. اما آرام آرام اینجا جا افتادیم، آرام آرام دریافتیم که مردم هم خستن، دیگه حاضر نیستن، دلشون نمیخواد بیان همون دردها رو دوباره بشنون. این بود که با کمک یکی از دوستان بسیار خوب هنرمندم، خانم سوسن فرخنیا، بله، یکی دوتا کار کردیم که این کارها طنز و حتی مقداری کمیک بود. بله. دیدیم یک دفعه استقبال مردم او رفت بالا، دیگه مثلا سالن همون دیگه همه پره. بله، یادم. بنابراین تماشاگر به من آموخت که چه میخواد، من باید چیزی رو در اختیار تماشاگرم بگذارم که او میخواد، فقط نباید کم فروشی کنم یا بد فروشی کنم. درسته، کاملا. ولی اون چی رو که میخواد رو بهش میدم. ولی الان سوال دیگری به ذهنم رسید، ببخشید من مرتب حرف شما رو قطع میکنم. آیا وقت اون نرسیده است که یک نوع همکاری، یعنی خودی و غیر خودی، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، تاریخ مصرف ها رو حذف بکنیم، یک همکاری؟ چه ایرادی داره که چند بازیگر از ایران بیان تو، حالا شما نمیرین اون طرف،
اونا بیان بازی بکنن، یا با این تکنیک ویدیو یوتیوب هنر تئاتر کامل شما رو هموطنان داخل ایران ببینن. برای شما که کیسه ای ندوختید که از این طریق پولی به دست بیارید، چرا این ارتباطات اتفاق نمیفته؟ قدم همه همکارانم روی چشم من بیان، به من افتخار بدن، من در خدمتشون باشم، با هم کار مشترک بکنیم. اما به چند دلیل امکان ناپذیره. یک، اینه که اونها انقدر وضع مالی آنچنانی ندارن که پاشن بیان در خارج برای اینکه مثلا یک تئاتر روی صحنه ببینن که معلوم نیست چقدر بهای خودشو پرداخت بکنه. درست. دو، اکثر اون کسانی که بخوان بیان بیرون زیر نظر رژیمند. رژیم خوشحال نیست احیانا اونها بیان بیرون. اگرم بیان ناگزیری ما خود سانسوری کنیم. برای اینکه میخوان برگردن تو برن تو رژیم، برگردن برن ایران. درسته. درسته. بنابراین تقریبا میشه گفتش که انجام نشدنیه. ولی چند نفری که در خارج زندگی میکردن ابتدا کار کردن با ماها، بعدم برگشتن رفتن ایران، اتفاقی براشون نیفتاد. نه نه، برای که کار سیاسی نبوده دیگه، کار سیاسی ویژه‌ای نکرده بودن. ولی کاشکی میتونستم بیام، من اصلا کاشکی من میتونستم برم، خیلی دلم میخواست برم. تکنیک چقدر میتونه به شما کمک کنه؟ ببینید، یک بازیگر از طریق دوربین، از طریق اسکایپ، او اون تهران بازی کنه، شما در پاریس، و حاصلش رو در دنیا ببینن. اون میشه یه فیلم دیگه، تئاتر نیست. درست. میشه یک فیلم که از طریق اسکایپ، حالا با این شرایطی که در من همینطوری گفتم. نه نه نه، خوبه، خب شما با اسکایپ کار میکنم اتفاقا، ولی این تو این شرایط ایران اصلا اینا قطع میشه. یهو اصلا ممکنه یه روز اسکایپ نداشته باشن، یه ما نداشته باشن، یه روز داشته باشن، اصلا نمیشه روش حساب کرد. ولی اتفاقا من از تکنیک استفاده میکنم، برای اینکه دوستان بازیگرم در دیگر کشورها، مثلا فرض بفرمایید خانم مرضیه علیوردی که در فرانکفورت زندگی میکنه، الان همبازی من هستن در چندین پیس. خب من نمیتونم پاشم برم همش فرانکفورت بمونم یا ایشون تشریف بیارن اینجا. در ما لحظه‌ای که این گفتگوها رو پخش میکنیم، شما اجرایی در لندن و در شهرهای مختلف آلمان خواهید داشت. نه، در انگلیس میریم به لندن و بعد میریم به منچستر. بله. دعوتی است برای همه کسانی که این برنامه رو احتمالاً مشاهده میکنن. خب من تمرین‌های دور میزی، یعنی خوندن‌ها رو، ویرگول گذاری‌ها رو، تحلیل شخصیت ها رو از طریق اسکایپ انجام میدم. وقتی آماده شد، اون وقت یه هفته دو هفته جلوتر میرم، بستگی پیس داره، میرم اونجا یا اونا میان اینجا، اون وقت میزان سنامون رو میدیم، آماده میشه. برای شما سرنوشت تئاتر در غربت چه خواهد بود؟ این طفل بزرگ خواهد شد، به سن بلوغ خواهد رسید، موفق خواهد شد و یا ترک تحصیل خواهد کرد؟ نمیدونم. نسل بعدی ما اینطور وابسته به زبان فارسی نیست، احتمالاً جذب میشه در کار تئاتر کشوری که زندگی میکنه. ما نیز تا اونجا که بتونیم ادامه میدیم، اگر حمایت مردمی باشه خب میتونیم ادامه بدیم، وگرنه آرام آرام باتری این چراغ قوه تموم میشه. میفهمم. شما یکی از کسانی بودید، البته گفتم خوشبختانه در وقت ما رو به اتمامه، فقط خیلی سریع گفته باشم، همونطور که در اولین برنامه اشاره کردم، خوشبختانه در پاریس همفکران و همکاران تئاتری شما کم نیستن. یکی از چهره ها به غیر از آقای الفانی، حمیدرضا جاودان، دوست خود شما، او در تئاترهای غیر ایرانی، در تئاترهای فرانسوی فعال هست. شما و دیگر همکارانتون چرا سعی نمی کنید تئاتر رو به بیان فرانسوی اون پیش ببرید و به گوش مای بیننده برسونید؟ حمید بسیار آدم باهوش و بسیار با استعداد، یکی از بازیگران خوب تئاتر ایرانی در خارج از کشور. او جذب تئاتر فرانسه شده. حالا توی تئاترهایی که بازی میکنه، خب یه جاهایی هم نشون میده که ایرانیه و یه جاهایی هم حرفایی راجعه. هم دو سه ماه پیش پخش کردیم در چندین بار در اجرا میشه. بر او داره کار تئاتر فرانسوی میکنه که گهگاهی هم یه گوشهی به ایران میزنه.
چندین کار کاملا هم ایرانی انجام داد با ابراهیم مکی. نه. بسیار هم خوب، ولی کلا داره فرانسه کار میکنه، تو فیلم های فرانسوی کار میکنه. من هم سعی کردم، رفتم چندین پیس فرانسوی داشتم، اما چون باز ما هم نامی نداریم در فرانسه، نمیتونم تماشاگر فرانسوی رو جذب کنم، نه تماشاگر ایرانی. بنابراین با این که تجربه کردم، تجربه ها هم خیلی منفی نبود، اما آموختم که باید فارسی کار کنم، تماشاگر فارسی رو اقلا داشته باشم، ایرانی رو داشته باشم. متاسفانه باز وقت این برنامه رو به اتمام هست. در برنامه بعدی اگر اجازه بدید بیاییم با همه بیخبری ها از دور دست کم، چه فاصله زمانی و جغرافیایی، تا تاریخچه تئاتر رو در جمهوری اسلامی با هم مرور بکنیم. با سلام، چهارمین برنامه از سری برنامه‌های مرور بر تئاتر و سرگذشت تئاتر، چه در داخل و چه در خارج، در حضور میهمان عالی قدرمون آقای منوچهر نامور آزاد، که در این چهارمین برنامه وضعیت تئاتر رو در ایران ببینیم از این فاصله نیمه دور. بله، من الان حدود 34 ساله که در دیگه از ایران دورم، دست کم فیزیکمان دورم، اما خب دوستان و همکاران پیشینن، گهگاهی دیدمشون، با هم گفتگوی تلفنی داشتیم، یه مسائلی رو برای من گفتن که میشه از مجموعه آنچه که خواندیم و شنیده ایم و دیدیم یک فرضیه ای رو ارائه بدیم. هیچ دیکتاتوری نمیتونه جلوی تفکر و پیشرفت کار هنری رو بگیره، میتونه برای یه مدتی سد راهش بشه، اما به صورت کامل نمیتونه از بین ببردش. بنابراین تئاتر در ایران همچنان جریان داره، فقط با مشکلاتی که فقط میشه در حکومت‌هایی دید که همه چی خواه بودن، همه چی رو در اختیار خود میخواستن. یعنی تئاتر در ایران دولتی است در یک جمله؟ میخوان این کار رو بکنن. خب مقاومت هم وجود داره، به همین دلیل هم هست که بسیاری از نمایش هایی که اجرا میشه یک دفعه جلوش رو میگیرن. همونطور که بعد از انقلاب من در 3 نمایش شرکت داشتم، نخست حکومت نظامی و سولیناس که با منیجه محمدی محمد اسکندری در خود اداره تئاتر اجرا شد که جلومون رو گرفتن. دومیش حکومت نظامی بود که اولی تک بودم حکومت نظامی؟ بله. نه بعد اون اشتباه کردم، برنامه اول هم حکومت نظامی رو اجرا کردم، برای اون دومی قسمت اولی شعری بود از اخوان ثالث کتیبه بله که در خانه تئاتر اجرا کردیم. بعد حکومت نظامی بود که اون رو هم جلوشو گرفتن در همون تئاتر سنگلج که عرض کردم، ما خودمون دوباره اون رو تئاترش کردیم. و سومیش افتخارشو داشتم که با حمید سمندریان و همه روستا و دیگره دوستان همکاران در تئاتر مولوی ببخشید الان اسما برای من به هم بیخته در واقع اسم اون تئاتری بود که در قبل اپرا بود، رودکی بله در رودکی اجرا کردیم که اونم باز نمیه کار باقی بود. بعد دیگه نمیشد کار کرد،
وقتی اومدم خارج چند تا پیس از داخل ایران اومد بیرون، همکاران رو دیدم تعریف میکردن برای من که ما وقتی میخواییم تئاتر رو تمرین بکنیم در سالن تمرینمون دو نفر میان میشینن اونجا که مواظب باشن احیانا موی سر خانمهای بازیگر دیده نشه و یا دست ماها بشین دست اونها نخورد. تئاتر سایلی اوتلو در سرزمین عجایب اوتلو و دزدمونا رو برای هم عقد کردن در تمرین که دیدید در واقع جوکی بود در باره تئاتری که در ایران میگذشت. حالا لابد یه تغییرات پیش اومده طبیعتا، حتما اجبارا، و تردیدی ندارم که استعدادهای بزرگی رخ دادند، نمیشه جلوشون گرفت. چرا کاری رو نمیکنن که در شیلی و پرتغال در زمان حکومت‌های دیکتاتوری انجام شد؟ سناریو رو بنویسن بفرستن بیرون اجرا بشه. حالا بشه که این کار کنه، خب نمایشنامه رو می‌نویسن، چاپ هم میکنن، این چاپ رو هر کسی میتونه بخره بیاره بزاره. انتشارش آزاده. بریاش دیگه بستگی داره. وگر نگه در یک نویسندهی یک نمایشنامه نویسی نمایشی بنویسه که مثلا فرد کنید لگدی میزنه به حکومت اسلامی در ایران، خب این هر چه چاپ بشه در بیرون اونجا کنه، خب از اتش خانه که مگه به نام ناشناس بده بیرون. ولی خب به هر حال نوشته شده، بعضی از نمایش ها بیرون اجرا شده، اونایی که با حکومت کاری نداره. اگر بیاییم تمام رسانه های گفتاری رو چهار قسمت کنیم، رادیو تلویزیون، رسانه ها، سینما و تئاتر، خوشبخت داستان کیست؟ بدبخت داستان کیست؟ متاسفانه نمیشه اینجا با یک کلام گفت، برای که اینا همش زیر سواله، یعنی باید بگیم به چه دلیل. مطبوعات به نظر من مطبوعاتش که داریم میبینیم که از همه بیشتر، نه برای اینکه من کار روزنامه نگاری میکنم، ولی واقعا جراید کاغذی، رسانه های کاغذی خیلی زیر فشاره. تعدادشون هم زیاده، ولی میبینیم که کنترلشون زیاده. تمام شهیدهای سابق اینا شغلشون اظهار نظر در مورد نوشتار. بله بله، به هر حال اونها مشکل دارن. سینما به حدی شده که اصلا آدمی مثل بهرام بیضایی اصلا گذاشت رفت، مخمل باف گذاشت رفت، آقای دوستمون در زندان قرار گرفت، رفت بردنش جعفر پناهی رو بردنش زندان. من رو بایدیم که از اون طرف فرق اون طرف، حتی شنیدن معتمد آریا رو بازگشت، خوشبختانه بهش امکاناتی دارد. نه گفتن ممنوع چهره شد که اخیراً شنیدم خوشبختانه ایشون حتی خوب دیگه. ببینید به هر حال یعنی شما امنیت کاری ندارین دیگه، هر لحظه میتونید کسی تصمیم بگیره، بنابراین سینما هم زیر ذره. افراد غیر حرفه‌ای تصمیم میگیرن متاسفانه. من شنیدم که حتی کسی که قرار بوده تصویب بکنه سناریوها رو یک آخوند کور بوده. سینما یعنی تصویر. چطور یه نفر که اصلا تو زندگیش چیزی رو ندیده میتونه تصمیم بگیره راجع به تصویر؟ مثلا بگم غروب خورشید، اینکه ندیده غروب خورشید چیه که این چطور تصمیم میگیره؟ خب اینا هستش، این کار سینما. تئاترمون هم که اونطور زیر کنترله، و با این حال که اجازه میگیرن میان روی صحنه، معلوم نیست که اون شب تموم بکنن کار، ممکنه بره جلوش بگیرن فردا شب نذارن اجرا بشه. اما یک چیز هست، این اتفاق افتاده، مردم دارن حمایت میکنن از تئاتر سینمای ایران. این چیزی که مدت سابق در این وسعت نداشت، دلیلش اینه که خب چیز دیگه هم وجود نداره، و ضمناً به ویژه فضای تئاتری شده یک فضای انتلکتوئل، یک فضای روشنفکری. خیلی ها ممکنه اصلا چیزی نفهمن یا چیزی رو دوست نداشته باشن، اما اون فضا رو میان توش که بگن ما هستیم. بنابراین خوشبختانه تئاتر الان از حمایت ملی برخورداره، این خیلی مهمه. آیا فکر میکنید که خود حکومت اگر بیاد استفاده درستی از تئاتر بکنه، جدا از مسئله آزادی بیان یا اختلاف نظر و سلیقه، در چه زمینه‌ای میتونه قدرتش رو از دست بده یا اقتدارش رو؟ تئاتر چه دشمنی با اون داره؟ خب ما اول باید بفهمیم که استفاده درست یعنی چی؟
آزادی بیان در حدی که وقتی شما در جامعه، در کل جامعه آزادی بیان ندارید، چطور میتونید فقط در این قسمت تاریخ داشته باشید؟ درست، کاملا درست. کجا؟ وگرنه در کجای جهان به وسیله تئاتر یا سینما یا انقلاب شده؟ مردم حرف بزنن. تو همین فرانسه، تو اروپا، کشورهای اروپایی، آمریکایی که دفتیم به حال دیدیم زندگی کرده، و مردم حرفشون رو میزنن، اتفاقی هم برای حکومت نمیفته. شما تئاتر کاظم شهریاری همکارتون رو دیدید در مورد اون کمیسری های پلیس که یک قتلی هم اتفاق میفته، تعدادش هم خیلی معدودی برگزار شد، گزارش هم درست کردیم، و من از خودم میپرسیدم کدام کشور به یک خارجی اجازه میده با هزینه اون کشور یا تئاتری رو بسازه علیه پلیس اون کشور که اون پلیس به ادعای تئاتر خارجی کشه. و به خودم گفتم اگر میگوییم فرانسه مهد دموکراسی، مثالهای قابل لمس هر روزی داریم، و در اصل با این گفته خودم سوال قبلی خودم رو که نسنجیده بوده نه یه سوال خیلی که سوال باشه، برای اینکه شما در نظر بگیرید به گفته شما یک خارجی اومده نمایشی رو ساخته علیه بخشی از حکومت اون مملکت، کاش هم نکنه از منافعش هم استفاده میکنه، منافعی مسلم درست و فقط با امکانات این مملکت داری میسازه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، هیچ کسی هم شعار نمیده، کسی دیگه هم میتونه به همین راحتی بره از پلیس فرانسه دفاع کنه. ولی این به این دلیل که یک حکومت محکم به نام دموکراسی فرانسه وجود داره، اون هم این چیزا نمیترسه. شما حق دارید حتی برید جلوی کاخ الیزه وایسید، چهارپایه بذارید، نظرتون رو نسبت به رئیس جمهور فرانسه بگید، شما کاری ندارید، هر چیزی میخواد. یکی از ایرادایی که من همیشه گرفتم در حالا در بعضی زمینه تئاتر داریم صحبت میکنیم این است که دموکراسی به مخالفین خودش اجازه وجود داد، اما مخالفین دموکراسی یک لحظه به دموکراسی اجازه نمیدن. سمبولش آقای احمدی نژاد 8 سال رفت در سازمان ملل علیه دموکراسی صحبت کرد، ولی دموکراسی هرگز جلوی آقای احمدی نژاد رو نگرفت. شاید هم نقطه ضعف دموکراسی در همینه، یعنی که به هر حال همین دموکراسی سبب میشه ضد دموکراسی جاهایی دست به یک اکسیون ها، یک حرکاتی بزنه. به نظر شما چیکار باید کرد؟ ببینید، من اینو اون زمانی که حجاب رو در مدارس فرانسه ممنوع اعلام کردن اینو در جایی نوشتم و گفتم که خب مسلمان ها میگن که اینجا آزاد، ما باید آزادی داشته باشیم مطابق با دینمون و عقیدمون لباس باشیم. من میگم خیلی خوب، آیا شما هم در کشور اسلامی خودتون اجازه میدید یه غیر مسلمان با نظر خودش و افکار خودش لباس خودش رو بپوشه؟ در واقع اینا هم میزبان رو تعیین میکنن هم میهمان رو. وقتی میان پیش شما میگن شراب نخورین، وقتی هم میرید اونجا شراب نخورین، در نچه میزبان و میهمان تکلیف همه چی رو روشن کردن. من توی فیسبوک دیدم، من بگم یه آخوند اومده بود میگفت چجوری مردها شلوار بپوشن. همکارمون علیرضا رضایی مطلب بسیار جالبی داره در تحت عنوان شفاف سازی، و در این مورد استدلال های نوعی رو میده که اگر بینندگان ندیدن در یوتیوب پیدا کردن استاد است، توصیه میکنم. بله متاسفانه بعضی از افراد هم از این محیط بله. به هر حال دموکراسی یک چیز بی حجم است، چون با نظر افکار مردم به وجود اومده و میتونه تغییر بکنه، یک چیزی است که شکننده نیست، بلکه خم میشه، تغییر شکل بده، ولی ماهیتش باقی میمونه. در کشورهای دیکتاتوری به ویژه توتالیتر، چون اینا خیلی استخوانیان، میترسن یه ذره فشار بهشون بیاد بشکنه. آقای کیارستمی یک بار در یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود سانسور به نوعی خلاقیت هم به دنبال داره، چون شما در خلاقیت کارتون سعی می‌کنید از یک زاویه، از یک سوراخی ممنوع عبور بکنید و بسازید. من با این گفته آقای کیارستمی موافقم. شما موافقید؟ نه که سانسور رو تشویق کنیم، نه ولی سانسور پایه‌ی کار نیست.
شاید اینطوری بشه گفت که گل استعداد هنر در لجنزار نیز می‌روید. بنابراین طرف ناگزیر می‌کنه راه پیدا کنه. به همین دلیل در چند برنامه پیش اشاره کردم تئاترهای اروپایی اینا هر کدوم تو زمینه کار خودشون چیز بلدن، یه ذره این برنامه‌اشو نمی‌دونن. ما چون امکانات رو نداشتیم اونچنان ناگزیر شدیم به همه جا سر بزنیم و یاد بگیریم، خودمونم دکور بزنیم، خودمونم نگاه بزنیم، خودمونم کلیم کنیم، خودمون بنویسیم، ولی خودمون تماشاچی نیستیم بلکه بازیگر. متاسفانه تماشاگران ما خیلی حرف سختی استیار بزنم، بیشتر ترجیح میدن که بدن یه چیز آسان بدون درد سر ببینه. مثلا یه شب نشینی باشه، یه کنسرت باشه که خیلی هم خوبه، من هم شب نشینی دوست دارم، کنسرت دوست دارم، هم رقص دوست دارم، اونجا یه خودش. ولی ترجیح میده که بره مثلا یه رقص ببینه یا بره یک شب نشینی غذای خوب بخوره، موزیک باشه و این حرفا، تا بیاد یه کار جدی فرهنگی هنری ببینه. دموکراسی یعنی هم من دعوی نداریم باشم دموکراسی، ولی از اون برای کسان دیگری که میان اونا واقعا مسئله فرهنگ برایشون مهمه، برای همین ما تنها نگذاشتم، من دست تک تکیشون رو زنیم ما میفشم. با تشکر از شما بینندگان عزیز، تا برنامه بعدی و پایانی در سری برنامه های گفتگو با آقای منوچهر نامور. با سلام، پنجمین و آخرین برنامه از سری برنامه های نام ها و یاد ها در حضور دوست و هنرمند با ارزش تئاتر منوچهر نامور آزاد. کمی این میز رو شلوغ و پر از عکس میبینیم، نوعی مرور هست در زندگی شما آقای نامور آزاد برای کارهایی که البته تابلوهای نقاشیتون غایب، احتمالاً عکسهایی رو از اون نشون میدیم، کارهای ترانه سرایی که من تا این لحظه در برنامه دوم ازش بی خبر بودم، کار دوم شما. اما اجازه بدید از سنتی ترین شروع کنیم، یعنی با عکس، و در توضیحات بفرمایید که کار تئاتر رو از جوانی تا به امروز چگونه تهی کردید. با اونچه که من میبینم سوال اونقدر مهم نیست که کنجکاوی ها مهمه، چگونه در اون سالها کارهایی به این دشواری موشها و آدم های جانشتن بیگ؟ البته انتخاب نمایش موش ها و آدم های جانشتن بک با من نبود. این انتخاب رو اداره کل آموزش های هنری وزارت فرهنگ یا آموزش پرورش انجام داد، برای تمام فرستاده بود، ما به دست من هم رسید، کار کردیم و شانس آوردیم. به هر دلیل تمام کسانی که شرکت داشتیم برنده جایزه نخست شدیم، یک جایزه اضافه هم به من دادن برای کارگردانیش. ولی خب چون من در سال آخر دانشگاه مدرسه بودم، جایزه ها رو پرداخت نکردم، فقط همینطوری اسمم گفتم. چرا که نه. یادتون هست این پوستر رو چه کسی تهیه کرده؟ اون موقع وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل آموزش های هنری وزارت فرهنگ و هنر، آقای خوشنویسان، بله مدیر کل آقای خوشنویسان، چند نفر جوان تحصیل کرده از خارج آورده بودن، از جمله آقای جمشید شاه محمدی خارج. اونها برای ما برنامه ریزی کردن و یک نفر از طراحان وزارت فرهنگ و هنر این پوستر رو برای ما دید. من کارهای شما رو میبینم، کارهای تئاتریتون منظورمه، هم تنوع درش هست، هم نوع انتخاب نوعی، نه اینکه پیچیدگی به معنای مجهولی داره، بلکه ظاهرا شما
یک روزتون رو باطل نکردید، دائم رفتید به کارهای ممکن و ناممکن. چرا؟ شاید من نبودم، چیزی قوی تر از من مهمی از اسمای شما اینجا هستن میشه و عکسای شما. بله بله. خب یه چیز قوی تر از من رو به این کار میکشید. من خیلی جوان بودم، گروه تئاتری درست کردم به نام اهورا که در وزارت فرهنگ و در کاخهای جوانان من با این گروه میشناختن. مثلا اولین باری که در واقع داستان تخت ابونصر صادق هدایت به صورت تئاتر اجرا شد. بله. و این تئاترها بینندگان خودشو داشت یا اینکه شما میتونستید در تمام شهرهای ایران اجرا بکنید در تئاترها، یا متعلق به یک روز نمایش و یک سئانس خاص بود؟ اتفاقا از طرف چه وزارت فرهنگ و هنر چه از طرف از سوی کاخهای جوانان گروه من رو میفرستادن به شهرهای مختلف. بله هر کدوم از ما اینجا میبینم عزیز نسین. بله. این طنز رو شما از اون موقع دارین؟ بله عزیز نسین آدم بزرگی بود. بله. خیلی خیلی. بله. و وقتی که باز کنجکاوی‌های فردیه، برای اینکه وسواس شما رو میبینم در این ثبت خاطره در اون روزها، چرا خود این کارها رو که انقدر بهش علاقمند هستید دوباره به روی صحنه نمیارید؟ چه مشکلی هست؟ مشکل امکاناته و سوژه. امروز ما از راجع به سوژه های، اصولا من راجع به سوژه های صحبت میکنم که روز سوژه های روزه، حالا سیاسی نیست، ولی وقتی من بعضی از تابوها رو میشکنم، یک برای یک نقش زن نمایشی رو مینویسم که او از او حرفایی رو میزنه که اصولا همه زنها نوعی در آخرین کارشون بود. بله، بله. دو زن. بله. ولی خب اینا رو فکر میکنم الان ضرورت داره که بگم. خب من قبل از اینکه به سایر عکسای شما بپردازم، ترانه هایی رو که گفتید برای داریوش، این دو تایی که پیدا کردم الان دم دستم بود، از همین لحظه از اونجا که گفتگو ادامه خواهد داشت، بینندگان ما این ترانه داریوش رو که شما شعرش رو گفتید میشنوند. بله همدم. چه شد که فکر کردید باید این شعر رو بگید؟ به خاطر اتفاقاتی در ایران؟ به خاطر دل خودتون؟ نه نه، یک کار کاملا عاشقانه است. موزیک من رو هدایت کرد. وقتی موزیک رو شنیدم، مالکی موزیک محمد شمس، یکی از هنرمندان با استعداد. بله. بسیار بسیار دقیقاً. وقتی من موزیک رو شنیدم، او منو برد به این سو. دیدم اصلا این موزیک من اجازه نمیده بخوام حرف سیاسی بزنم. این موزیک من اجازه نمیده حرفهای عجیب غریب اجتماعی، روانی، فلسفی بزنم. این با این موزیک دارم میفهمم که میخوام بگم دوستت دارم. شما میدونید که کار دشوار رو ترانه سراهای ایرانی برخلاف تمام شاعران در سراسر جهان انجام میدادن. در بعد از جنگ جهانی دوم و پیدایش رادیو، این آهنگساز بود که اول آهنگ رو میساخت و بعد ترانه سرا. پدر ترانه سرا در میامد. بسیار کار دشواری است، برعکس اونچه که، یعنی اصلا متفاوت است با شعر. دقیقاً. شعرگویی یاد آزادی است. شما همینطوری در زندان گفتار و بیان هستید، در قافیه، در حالا ریتم و آهنگ هم بله، شما رو زندانی میکنه. بله. خب این عکس ها به امروز ما نزدیکتره یا نه؟ نه نه نه، من اینجا 18 سالمه. در جاهای مختلف، شهرستان های مختلف که رفتم، مورد استقبال واقع شدیم. خودتون در این کارها که میبینم، باز در حیطه تنوع، کمدی، جدی، تراژدی، کدوم یک رو ترجیح میدادید؟ همه رو؟ من داشتم تجربه میکردم. من تجربه میکردم، میگشتم. من اینجا 18 سالمه که پیس افعی طلایی علی نصیریان رو کار کردن. خب ببینید که تشویقتون ده. کرد؟ بله. اونا آدم خیلی مهربونیه. بله بله، لطف داشتن. این آلبومه. ولی از کارهایی که در غربت در همین دو دهه که من افتخار و شانسش رو داشتم اغلب یا دیدم یا گزارشی تهیه کردم صحبت نمی کنید، بینندگان ما شاید
بعضیا ندونن کارهای موفقی داشتید در سراسر اروپا، در سوئد، در لندن، بله، در پاریس. کدوم یکی رو ترجیح میدید؟ هر کدومش مال زمان خودش بوده. فکر میکنی؟ بله، من یعنی کهنه شده به نظر. نه 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 نه, نه. منظورم اینه که اگه مثلا فرض کنید میگم بگم سیب و انسان، این مال اون زمانه. میفهمم، منشعب از اتفاقات داخل آره، ایران. آره آره، اون شرایط اونجا نوشتم، یا زن رو اینطور، یا الان آخرین پیس هم نمایشم هست پشت صحنه یک روحوزی، در واقع هیچ ربط آنچنانی به یک تئاتر روحوزی نداره، اما در ارتباط با حادثه ایست که پشت صحنه های تئاتر رخ میده و تماشاگر از اون بیخبره. یعنی بازیگر نیومده، یکی مریضه، او دعواهایی که دعوا که حالا به هر حال اختلاف سلیقه هایی که هست، کمبود هایی که هست، مخصوصا در قربت که همه کارمون با خودمون باید بکنیم، اون وقت این سبب انفجار خنده تماشاگر میشه. راجب این کارتون که گفتید اولین کارتون بود؟ نه نه نه، لورنزو چیو اولین کار دانشگاهی دانشگاهیتون. بله بله بله. و سی بازیگری که گفتید که کار دشواری برای کار کارگردان. طبیعی است که هر هنرمندی وقتی به گذشته خودش نگاه میکنه، دست کم خودش به عنوان انتقاد نگاه به درون، از بعضی کارهاش ناراضیه، بعضی ها رو فکر کنه بهتر میتونست انجام بده، بعضی ها رو حتی اگر بخواد بهتر انجام بده نخواهد تونست. شما این قضاوت رو در مورد گذشته خودتون با این همه وسعت کار چگونه میبینید؟ من اگر ازم خیلی رو راست بخوام بگم، حتی هیچ کدومش راضی نیستم، ولی که امروز دو من نگاه وقتی امروز نگاه میکنم میبینم چقدر کارهای دیگه میتونستم بکنم که اون موقع بلد نبودم. خب ولی این مال اون زمان بود. خب همه ما میتونیم اینطوری باشیم، ولی من باز میگم نه به عنوان خوشایند شما، به شهادت این همه عکس و موضوعات مختلف، شاید اصلا باید بپرسم چرا اینقدر کمکار شدین حالا؟ نه من الان در واقع سالی حدود 40 تا اجرا در سراسر اروپا دارم. 40 تا اجرا کم نیست. بله. به ویژه این که به هر حال مسئول یک انجمن فرهنگی هم هستم. بله. درباره این انجمن بگید، ماهی یک بار در مرکز فرهنگی آندره مال رو. بله، اونجا اگر علاقمندانی در پاریس هستن. بله، اونجا ما کارهای فرهنگی میکنیم، تحلیلی از فرهنگ، ادبیات، از مسائل تاریخی، یه تحلیل کاملا کنفرانس هایی هم به دو زبان فارسی و هم فرانسه. شما که ضد قدرت مذهبی هستید، اینجا لباس مذهب اروپایی پوشیدید، کشیش و کلیسا. این نمایش جادوگران شهر سیلم مال آرتور میلره. من اینجا رول یک اسخف جنگیر رو داشتم، کسی که وقتی کسی جن زده میشه می آوردن که اون احساس کنه. و موفق می شدین؟ به هر حال اینقدر موفق شدم که شخصی که جن زده بود عاشق شما شد ظاهرا در این. نه، عاشق کارگردانمون شد، با کارگردانمون ازدواج کرد، با محمد کوثر. آ، این رو در ایران اجرا کرد؟ بله بله. عجب. بله. من فکر کردم در اروپا. نه نه نه، سال 55. آ، این حکومت نظامی که بعد از تغییر حکومت در ایران. بله 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 بله. من موسیقی این فیلم رو در برنامه‌های رادیو پخش کرده بودم. آقای قطب‌زاده به من گفت که در پاریس از طریق رادیوی اون زمان اون برنامه رو شنیده بوده. آیا حکومت نظامی حتی در زمان نمایشش نوع انتقاد به حکومتی که خودش رو انقلابی میدونست نبود؟ در واقع اون موقع ترورهای سال 67 و قتل‌های زنجیری، گروگانگیری سفارت آمریکا و قتل‌های زنجیری، بله بله بله، حکومت نظامی نبود. بله بله. شما وقتی تئاتراتون اینجا میبینم به روی صحنه میآوردید، بله، کارگردانی وقتی که دیگری به عهده داره و شما بازی میکنید براتون آسان تره یا وقتی خودتون باید کارگردان خودتون باشین؟ من آموختم که وقتی یک نفر رو به نام کارگردان قبول کردم، خودم رو در اختیارش بگذارم. نه، ولی وقتی خودتون کارگردان خودتونی و کارم سخت‌تر میشه، دو برابر داد کار. با خودتون سخت‌گیر هستین؟ خیلی زیاد، بیشتر از یک کارگردان. خیلی زیاد.
این کار اول شماست باز در زمان در پاریس. این اولین کار من در پاریسه، پرواز به خاطر بسپار پرنده مرده نیست. هفت نقش بازی میکردم میبینین؟ بله. مارلون براندو اینجا چیکار میکنه؟ ایدول منه در واقع. مارلون براندو برای من سمبولیست از بازیگری خوب. میدونین که اونم از تئاتر رفت سینما و شاید حتما بدونید و احتمالاً بینندگان در یکی از فیلم‌هاش فکر می‌کنم مل بروکس وقتی یک دیالوگی با سوزان هیورد داشت، فیلم بردار از پشت گردن مارلون براندو فیلم برداری می‌کرد و تو موقع مونتاژ مونتور گفت پس این صحنه رو عوض کنیم و کارگردان گفت نه، او حتی با گردنش از پشت بازی می‌کنه و حرف می‌زنه و این فیلم رو اینطوری نگه داشتن. بله درست. به ما هم آموخته بودن توی دانشکده که از پشت بیاییم روی صحنه، بعد دیالوگ نگیم، یک صداهایی از خودمون داریم او فلان، ولی تماشاگر از پشت بفهمه که ما چه حسی رو داریم. میشل پیکولی در یکی از تئاتراش 15 دقیقه اول، اون هم در تئاتر و نه در سینما، میاد وارد صحنه میشه و بدون اینکه دیالوگی داشته باشه با اسباب اتاقش و کتابخونه‌اش به عنوان اینکه جستجوی شیئی رو داره انجام میده و بعد در چند دقیقه اول بیننده‌ها متوجه میشن و برای او کف میزنن. ما برای شما باید کف بزنیم ولی به تعداد کارهای شما فکر کنم دقایقی طولانی باید بزنم. آیا حرف نگفته‌ای در این برنامه باقی مونده که حتما مونده ولی خودتون دوست دارید چیزی رو اضافه کنید؟ دلم برای ایران تنگ شده و خودم رو جدا از اون ملت نمیدونم. من با سکوت حرف شما رو ادامه دادم و دنبال کردم. با تشکر از اینکه به این 5 برنامه نامها و یادها با حضور آقای منوچهر نامبر آزاد توجه کردید.